هنوز شیعیان شهر القطیف عربستان عزادار 40 شهید شیعی هستند که چندی پیش در اعدام دست جمعی حکومت عربستان 81 نفر را گردن زده بود. اکنون و در جدیدترین اقدام، آل سعود دو جوان شیعی زندانی آزادی بیان را بر اساس اتهام‌های ساختگی به روش سر از بدن جدا کردن اعدام کرد. حکومت آل سعود در حالی به جنایت‌های ضد بشری خود و اعدام‌های لجام گسیخته ادامه می‌دهد که برخی از تغییر در عملکرد سیاسی سردمداران سعودی سخن می‌گویند. دو جوان شیعه که بدون ارتکاب جرمی زندان شده بودند بر اساس اتهامات ساختگی حکم اعدامشان اجرا شد. محمد خضر عوامی و حسین آل بو عبدالله جوانان شیعه عربستانی دو زندانی آزادی بیان و عقیده بودند که به اتهام اخلال در امنیت عمومی گردن زده شدند. آل سعود همچنین محمد عبدالباسط معلمی زندانی یمنی را نیز اعدام کردند. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ با صدور بیانیه رسمی اعدام این دو زندانی آزادی بیان را به شدت محکوم و مورد انتقاد قرار داد. شیعه رایتس واچ چنین اعدام‌هایی را نشان دهنده بی ارزش دانستن روح و جان مردم برای حکومت آل سعود دانست. شیعه رایتس واچ ضمن بیگناه توصیف کردن دو جوان شیعه زندانی اعدام شده که در دفاع از اعتقادات خود زندانی شده بودند، از مؤسسات و سازمان‌های بین المللی خواست تا سکوت خود در برابر این جنایت آل سعود را شکسته و حکومت سعودی را به شدت زیر فشار و انتقاد قرار دهند تا دست از چنین رفتارهای ضد انسانی خود بردارد. در همین راستا گفتگویی داشتم با دکتر یاسر قزوینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از وی پرسیدم حکومت سعودی در دو سال اخیر رفتارها و سیاستهایی را اتخاذ کرده که نشان دهنده آن است که تلاش می‌کند به حکومتی معتدل‌تر تبدیل شود. اعدام روز گذشته دو زندانی عقیدتی را در چه چارچوبی تبیین می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. عرض میشود که این برای اولین بار نیست که نظام سعودی در دوره ولایت عهدی محمد بن سلمان دست به اعدام مخالفان خودش میزنه. از سال 2016 تا 2022 در واقع ما سه مجموعه اعدام های دست جمعی رو داشتیم. در سال 2016 در واقع در یک اعدام دست جمعی 47 نفر از سعودی ها اعدام شدن که 4 نفر از اونها شیعه بودن که یکی از اونها شهید نمر بود. همینطور در سال 2019 باز یک اعدام دست جمعی داشتیم که 37 نفر اعدام شدند و که در اون اعدام خدمت شما عرض کنم در اون اعدام ها 32 نفر از اعدام شده ها از شیعیان بودند. و خب تقریبا یک ماه پیش در سال 2022 ما یک مجموعه اعدام خیلی بزرگی داشتیم که تعداد 81 نفر اعدام شدند که تعداد 41 نفر از اونها شیعه بودند و عمدتا جوانانی بودند که در سالهای 2011 و سال 2012 علیه نظام سعودی تظاهرات کرده بودند و به خدمت شما عرض کنم بهانه‌های مختلفی اعدام شدند، از جمله در واقع دست داشتن در ترور نیروهای امنیتی و مانند اون. در این یکی دو روز هم اعلام شد که 3 نفر دیگر رو دستگاه های سعودی اعدام کردند که 2 نفر از اونها باز از شیعیان هستن، از جوانان شیعی که عمدتا در
تظاهرات های حق طلبانه شرکت کرده بودند و یک نفر هم خدمت شما عرض کنم یمنی هست و خدمت شما عرض شود که به نظر میرسه این اعدام ها در راستای تثبیت حاکمیت محمد بن سلمان شکل میگیره. محمد بن سلمان که میخواهد حاکمیت خودش رو بر پهنه عربستان سعودی، بر مردم عربستان سعودی و همینطور بر دیگر شاهزاده ها سعودی تثبیت بکنه، با این اعدام ها در واقع مخالفان خودش رو میخواد مرعوب کنه تا در واقع هر گونه مخالفتی رو در نطفه خفه کنه. به ویژه اینکه در این هفته ما مواجه هستیم با رفتن سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی به بیمارستان و گمان زنی هایی مبنی بر اینکه احتمالاً دوران او دیگر به پایان رسیده و احتمالاً محمد بن سلمان تا چند وقت آینده زمام امور را به طور کامل در دست خواهد گرفت. در واقع او در این شرایط نیازمند این هست که حاکمیت خودش رو از رهگذر ارعاب مخالفانش تثبیت کنه و به نظر میرسه به همین دلیل دست به این اعدام ها میزنه. آیا به نظر حضرت عالی راهکاری وجود داره که بتوان جلوی چنین رفتارهای آل سعود را گرفت تا مجدداً تکرار نشه؟ محمد بن سلمان در مصاحبه معروف خودش با اتلانتیک یکی دو ماه پیش اعلام کرده بود که روند اعدام ها رو ادامه نخواهد داد و دیگر اعدامی در کار نخواهد بود مگر افرادی که توسط در واقع قوه قضاییه به خدمت شما عرض کنم جرایم عینی دست زده باشند. اما خب چند روز بعد از این مصاحبه ما یک اعدام دست جمعی داشتیم که 81 نفر از سعودی ها که اونها از شیعیان بودن اعدام شدن و این نشون میده که واقعا آقای محمد بن سلمان قابل پیش بینی نیست و واقعا مشخص نیست که چه تمهیداتی باید چید تا محمد بن سلمان و نظام سعودی دست از این اعدام ها برداره. در واقع ما با یک شخصی مواجه هستیم که خیلی قابل پیش بینی نیست و طبق گزارش ها همین امسال با این دو اعدامی که یا سه اعدامی که در یکی دو روز گذشته انجام شد تعداد اعدام های عربستان سعودی در این سال به 120 اعدام رسیده. این در حالیه که محمد بن سلمان وانمود میکرد که روند اعدام ها رو در واقع کاهش خواهد داد. خب این نشون میده که ما واقعا نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا این اعدام ها در آینده ادامه خواهند داشت و یا نه. این در حالیه که یکی از جوانان اعدام شده در یکی دو روز گذشته به خانوادش در واقع گفته بودن که او اعدام نخواهد شد، اما به یک بار خانواده او مواجه میشن با خبر اعدامش و خدمت شما عرض کنم این مسئله غیر قابل پیش بینی بودن نظام سعودی رو بیش از پیش نشون میده و به نظر نمیرسه که خدمت شما عرض کنم بتوان اقدامی را انجام داد و این حاکمیت به ویژه حاکمیت محمد بن سلمان رو قابل پیش بینی کرد. به ویژه اگر محمد بن سلمان پس از مرگ پدرش به پادشاهی برسه و امکان داره که این مسئله خیلی زود رخ بده، واقعا
اقدامات او غیر قابل پیش بینی خواهد بود. دکتر یاسر قزوینی از تهران با ما بودند.